معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که دبیرکل به دنبال برگزاری نشست دوم نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان است. او هدف از برگزاری این نشست را تقویت اجماعی بین المللی برای آینده افغانستان و بحث روی توصیه های ارزیابی مستقلانه هماهنگ کننده دبیرکل سازمان ملل میخواند. دبیرکل در نظر دارد نشست دوم نمایندگان ویژه برای افغانستان را در زمان مناسب ترتیب دهد تا اجماع بین المللی را در مورد راه پیش رو تقویت کند و در مورد توسعه های ارزیابی مستقل بحث کند. شورای امنیت در قطعنامه 29 دسامبر خود در مورد افغانستان درخواست کرد که دبیرکل در 60 روز به شورای امنیت در مورد نتیجه این مشورت ها و گفتگوها اطلاع دهد. خانم ترمبلی همچنان میگوید که ماموریت فریدون سنری اغلو به عنوان هماهنگ کننده دبیرکل سازمان ملل متحد تا ماه فوریه سال روان میلادی به هدف ترتیب نشست نمایندگان ویژه تمدید شده است. او همچنان میگوید که روزا اوتنبایوا به عنوان رئیس یونما در افغانستان به کارش ادامه میدهد. کار هماهنگ کننده ویژه تا پایان فوریه تمدید شده است تا آمادگی ها برای نشست نماینده ویژه کشورها گرفته شود و نماینده ویژه دبیرکل خانم رضوا اوتنبایوا به عنوان رئیس ماموریت کمک سازمان ملل متحد به رهبری عملیات کمکی سازمان ملل متحد در افغانستان ادامه می دهد. امارت اسلامی نیز خواستار حضور نمایندهش در نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان است. هر نشستی که میشه در مورد افغانستان باشد، حضور امارت اسلامی در اونجا نیاز و ضروری است. افغانستان وجود نداشت، حضور نداشته باشد، بدون شک که نتیجه ملموسی نخواهد داشت. در افغان حکومت در دوغ بین المللی ناست و سره موازی حرکت وکی او د هغوی لا ډیره زیات همکاری ترلاسه کی. پیش از این نیز فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان از برگزاری نشست نمایندگان ویژه کشورها به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه جنوری خبر داده بود. زمیر کابلوف همچنان گفته بود که در این نشست نمایندگان کشورهای گوناگون شرکت خواهند کرد و درباره افغانستان دیدگاه‌هایشان را شریک خواهند کرد.